سلام به شما، به شما عزیزان در هر نقطه ایران که در این ساعت به تماشای برنامه ویژه گروه تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، این بار از لس آنجلس با شما هستم در ایام نوروزی، سفری کوتاه به لس آنجلس در کالیفرنیا. فرصتی هست تا با هنرمندان ارزشمند ایرانی که در لس آنجلس به سر میبرند گفتگوهایی داشته باشیم. در این برنامه ویژه گفتگو خواهیم کرد با فرخ عزیز، فرخ گرامی، خواننده ایرانی که از دیرباز این بخت رو من داشتم که همراه فرخ بودیم، از دوستان دیرینه از سرزمین خوزستان. با من و شما خواهند بود فرخ از لس آنجلس تا لحظاتی دیگر. زندگی زیباست، قدرش رو بدون بوته عشق تو باغ دل بشون. بیا خوش باش، نخوریم غم فردا، وقتی فردا شد براش دل می‌سوزونی. نگاه کن به درخت سبز تو باغ، زندگی چه زیباست. ببین شکوفه های باغ گیلاس، زندگی چه زیباست. همونطور که در مقدمه اشاره کردم، اینجا به وضوح خدمت شما عرض میکنم که فرخ نیاز به معرفی بیشتری ندارد، به ویژه اینکه گوشه ای از هنر او رو دیدید و شنیدید. به نمایندگی از شما و به اتفاق شما خوش آمد میگیم به فرخ عزیز. خوش اومدید. خیلی ممنون جمشید جان، عزیز من هستین، دوست دیرینه. هر موقع من یادگار عزیز شما رو بیاد میارم، در من یک احساس قشنگی طلوع میکنه که زیبایی زندگی هنوز هست، دوستا هنوز هستن. ممنون از من دعوت کردی که بیام، از همه مهمتر در خدمت شما باشم و به عزیزان سال نو رو تبریک بگم. ما سپاسگزار هستیم فرخ. خب من میدونم یه سوالایی ممکنه بکنم که تعجب کنی که من میدونم اینا رو چرا میپرسم. خب من میدونم از کودکی به طور خانوادگی خواننده های بسیار بسیار مهمی، یعنی خواننده بزرگی مثل ویگن رفت آمد داشتین، دوست خانوادگی هر وقت به خوزستان میومد. بله. و علت های دیگه، علت چی شد که فرخ رفت به طرف خوانندگی، حال اون که در کنار اون با بیزینس های موفقی هم داشتین در خوزستان؟ بله، من در ایران موقعی که 9 سالم بود ویگن در اهواز تصادف با ماشین تصادف کرد و در بیمارستان بستری شد. اون موقع من رفتم و دیدمش و به اصطلاح دوستی از اونجا آغاز شد. ولی چرا من خود من وقتی درسم تموم شد در اینجا مهندس راه ساختمان شدم، بسیار بسیار برای من عجیب بود و سنگین بود این کوچ ما، کوچ ناخواسته ما به این سر دنیا. جای بدی نیست، جای قشنگی، ولی خانه من نیست. ما اومدیم اینجا و اولین سی دی که درست کردم شعر و آهنگش از خود من بود به نام کوچ. و یک روزی آقای سورن خدا بیامرزتش اومده بود خونه و اینو من با پیانو میزدم، گفت چرا نمیخونیش، بخونش اینو، تو خیلی چیزه، خیلی به دل. در هر صورت از اونجا شروع شد و بیشتر این کارهایی که من میکنم جمشید جان عزیزم، از این طریق من به اصطلاح امرار معاش نمیکنم. بله. پس اگه کاری میکنم سعی میکنم یه کار خوبی باشه، یه کاری در خور شنیدن باشه که مردم حداقل بدونن. خب موزیکی هم هست، ترانه‌ای هم هست که قابل شنیدن باشه، خیلی قشنگتر از اینه که بخوایم خیلی بازاریش بکنیم. همین دلیله که سعی کردم روی شعر بسیار تکیه بکنم، با بیشتر آهنگسازا و ترانه‌سرای بزرگم کار کردم تا اینجا هستیم. که جای خوبی هم هست، بسیار دوستداران بسیار در نقاط مختلف ایران، در خوزستان نازنین هم که طبعا. خب اون دوستی 9 سالگی که به یادت، من برای بینندگان میگم این دوستی از اونجا آغاز میشه، بعد به رفت آمدهای خانوادگی میرسه. هر وقتی ویگن به خوزستان میومد
خبر داشتیم ما دور دور و به هر حال. ولی در ایران فرخ عزیز مدت زیادی شما پیش از اینکه بیاین بعد از اینکه درس اینجا تموم شد برگشتین ایران دیگه نیست؟ ما نه من در ایران که ما بودیم ما اکتشاف نفت پیمانکاری اکتشاف دوست. نفت در تمام ایران پیمانکاریش پدر من بود پیمانکاری که در تمام به اصطلاح ایران بود و در اون زمان ما بیشتر از 2500-600 کارگر داشتیم کارگر و کارمند فرق نمی کرد از کارمند فرانسوی گرفته تا آلمانی گرفته تا انقدر به اصطلاح ما احتیاج به کارگر داشتیم که مجبور بودیم کارگر از هند و پاکستان و اینا استخدام بکنیم و بهشون مثل اینجا که گرین کارت میدن بهشون گرین کارت میدادیم تا اجازه کار داشته باشن بتونن کار بکنن یعنی اجازه کار و روز به روز خب بیشتر فعالیت در اون مملکت میشد مخصوصا این چون برای اکتشاف نفت بود و ما این کارگرا جمشید جان از سال 1000 یعنی به فاصله 9 سال حقوق یک کارگری که 180 تومن در ماه بود شد 3000 تومن در ماه در فاصله 9 سال و این روز به روز طبقه متوسط ما روز به روز بهتر و بهتر میشد وضعش واقعیت و بعد که خب به اصطلاح انقلاب شد متاسفانه میبینیم که جوانای ما مثل دست گل مجبورن برن در دبی پسترین برن در نمیدونم مالزی پسترین کارها رو انجام بدن متاسفانه و یکی از بزرگترین ضررها رو خب من شما به اندازه خودمون تلاشمون و فعالیتمون در اون موقعی که باید میکردیم کردیم درست موقعی که نتیجه شد اینا بکنن دیگه برای اینا یه صدی جلوشون خب فرخ جان من میبینم و میدونم که شما به دقت اخبار مربوط به ایران رو دنبال میکنم همینطور یعنی در حد من روزنامه نگاری که دنبال میکنم هر روز خبرهای ایران و فرخ اخبار ایران رو دنبال میکنم اینو من میدونم خبرها خوشحال کننده نیست اکثرا غمگین کننده است اما فرخ همیشه با رویه خیلی امیدوار شاد و امیدوار به آینده نگاه میکنی حتی ترانه زندگی زیباست آدم که میبینه و میشنوه این رنگ و بو و این نشاط رو درش حس میکنه چاره ای نیست اگر ما از این طریق به این جوان ها یک پیامی نفرسیم براشون که بابا بالاخره همیشه شب نمیمونه بالاخره بازم خورشید طلوع میکنه و بازم من جوانای بسیار بسیار زیادی با من در تماسن که در خیلی وضع بدی قرار گرفتن متاسفانه نمیدونم چی کار باید کرد سردمدارانی که هستن متاسفانه گوش به حرف اینا نمیدن هر کیم یک کاری میخواد بکنه با سرکوب مواجه میشه جوونه مثل دست گل تمام زندگی شده مواد مخدر جوانی که میتونست خب آتیه ساز همه خب اینا تکرار حرفای تکراریه که ما میزنیم ولی کلن اگر ما نتونیم یک پیامی بفرستیم به اینا یه امیدی نفرستیم برای اینا که بابا بالاخره هیچ وقت به این صورت نمیمونه این نیز بگذرد آینده نشون خواهد داد که ما طلوع خورشید رو میبینیم جوانای برومندمون باز مملکت رو باز به روزگاران قشنگ پر افتخار ایران بر خواهند گشت میبینیم میشنویم ترانه زندگی زیباست تا لحظاتی دیگر پس از ترانه با شما عزیزان خواهیم بود زندگی زیباست قدرش رو بدون بوته عشق تو باغ دل بشو
بیا خوش باشو نخوریم غم فردا وقتی فردا شد براش دل می‌سوزونی. نگاه کن به درخت سبز تو با زندگی چه زیبا، ببین شکوفه های باغ گیلاس زندگی چه زیبا، ببین آفتابش داره میتابه هنوز گنجشکی تو لونه خوابه، ببین زنبور بی صبری که تو گل توی حسرت شهد عشق نابه، توی حسرت شهد عشق نابه. زندگی زیباست قدرشو بدونی، بوته عشقو تو باقی دل بشوی، بیا خوش باشی نخوریم غم فردا وقتی فردا شد براش دل می سوزونی. شکوه زندگی رو میپرستم، تمام لحظه های بودنم رو بهش که زنده بودن زنده هستم. زندگی زیباست قدرش رو بدونی، بوته عشق تو باغ دل بشونی، بیا خوش باشی نخوریم غم فردا وقتی فردا شد براش دل میسوزونی. زندگی زیباست قدرش رو بدونی، بوته عشق تو باغ دل بشونی، بیا خوش باشی نخوریم غم فردا وقتی فردا شد براش دل میسوزونی. نگاه کن به درخت سبز تو با زندگی چه زیبا، ببین شکوفه های باغ گیلاس زندگی چه زیبا، ببین آفتابش داره میتابه هنوز گنجشکی تو لونه خوابه، ببین زنبور بی صبری که تو گل توی حسرت شهد عشق نابه، یه حسرت شهد عشق نابه. زندگی زیباست قدرشو بدونی، بوته عشقو تو باغ دل بشونی، بیا خوش باش نخوریم غم فردا وقتی فردا شد براش دل میسوزونی. زندگی واقعا زیباست اگر حکومت ها، اگر مستبدین اون رو لگد مال اقدامات خودشون نکنن، لگدمال استبداد جاه طلبی ها، خودخواهی ها، عقاید خود نکنن، لگدمال ایدئولوژی نکنن، چپاول نکنن، زندگی زیباست. در ایران زندگی میتونه زیباتر از این باشه که امروز ایرانی ها گرفتارش هستن. همینطور. ببینید یک قلم دزدی 3,000,000,000,000 تومان، یعنی اصلا به نوشتنش هم آدم سخت میتونه. بنده خیلی کارهای حسابداری و پرداخت 2500-600 تا کارگر در اون زمانم کم نبود، ولی وقتی با این ارقام مواجه میشم 3,000,000,000,000 تومان، 70,000,000,000,000 یورو، اصلا این چیزا مغز آدم رو یه خود میخواد متلاشی بکنه. اینا پول این مردمه، این جوانایی که میرن کلیهشون رو میفروشه، اینا رو ازشون از سر سفره‌هاشون برداشتن. چند نفر، 4, 5, یا 10 نفر بتونن اقتصاد یه مملکت به صفر برسونن. آقای زنجانی ادعا میکنه میگه من اگر اینجا رو ول کنم اینجا اتیوپی میشه. مملکتی رهبری که به یک نفر اجازه بده اینقدر به خودش قره بشه که بتونه مملکت اقتصادی یک مملکت رو به صفر برسونه، خب جای تأسف داره. فرق شد اگه همین الان آقای خامنه‌ای پیداش بشه، ما بارها دعوت کردیم از مسئولای جمهوری اسلامی، من شخصا در این برنامه بیان به سوالات پاسخ بدن، نیومد. طبیعی هم هست نمیاد.
ولی اگه همین الان آقای خامنه‌ای به شما بگه فرخ عزیز شما در لس آنجلس هستین، هوا به این خوبی، بیزینس موفقی دارید، بسیار پولساز خوشبختانه و در کار هنرم موفق هستین، دیگه آقا چی کار داری؟ زندگی تو بکن، با ایران چی کار داری؟ مثل خیلی ها که در همین لس آنجلس هستن چنین میکنن. بله. چه جوابی به آقای خامنه‌ای خواهید؟ من تنها جوابی که میتونم بدم اینه که من هنوز ایرانی هم. من خودم هنوز ایرانی حس میکنم، تا جون در بدنم هست ایرانی هستم. غیر از این حرفا هر چه در جای مختلفم گفتم، ممکنه برای خودم هم دردسر درست بکنه، چه اشکال نداره. بنده هیچ انتظار اینی ندارم که فردا مملکت اینا برن و بنده برم اونجا بشم وزیر یا وکیل، نخه. ولی مملکتی که میدونم در روز من در شاید در هفته بیش از 7 یا 8 هزار تا ایمیل و تلفن به توسط همین دوستان بیننده های برنامه ما اینا میگیره، جوانایی که میبینم دخترش رفته فروخته، من دختر 11 سالش رفته فروخته برای یه لقمه نون، کلیه که هیچ. خب تمام استخون بدن من خورد میشه، نمیتونم از مغزم اینو خارج کنم که آقا خب بنده هم اومدم امریکا، منم بزنمش به اون را. خیلی ها به قول شما این کار کردن، ولی بنده از آدم بر نمیاد. اگر توجه بفرمایید در کارهایی هم که میخونم خیلی روی این نقطه و این به اصطلاح چیز تکیه کردم، هر جوری بشه یه مقداری. حتی بنده هم پیام فرستادم برای آقای خامنه‌ای، گفتم شما که اگه رهبرین خب بیان جواب بدین، چرا در هر جایی اسم یه دزدی میشه اسم پسر شما آقای مجتبی هم در پشتش هست، بیان خودتون رو پاک کنین. شما که میگین رهبر دینی هستین، دزدی بده، جنایت بده، خب بیان اینو اصلاح بکنین که آقای مجتبی، چرا آقای زنجانی کسی جرأت نداره حرف بزنه، چون بلافاصله میگه آقای مجتبی ببند. بله. خب بیان یه خودتون درست بکنین. اگر نگفتن که برای خودشون بده، گفتن به پایین منبری ها گفتن ده. حالا در هر صورت به این صورت، حالا مردم خب در ما نمیگیم آقا در همه جای دنیا دزدی میکنن، در همه امریکا هم سردمدارانش دزدی میکنن، در همه اروپا هم میکنن، ولی یه چیز معقول فرقشون 95 میلیارد دلار مثلا مگه ممکنه ببین یه دفعه قیب میشه در آمریکا 95 دلار هم اگه یک دولتی بدوزه بالاخره پیدا میشه. نه منظورم اینه که یه حدی بذارین. آخه شما یه دفعه میان بودجه یک مملکت رو 4 نفر آدم برمی‌دارین میبرن. خب در اون ترانه ایران درست میگم، در اون بسیاری مسائل سیاسی مربوط به ایران مطرح شده که اشاراتی شده به که خوندی. بله. خب الان ممکنه بچه های خوزستان، بچه های اهواز بپرسن، دوست داشته باشن کجا زندگی میکردین اهواز؟ من میدونم شما. من در خیابان 24 متری روبروی جندی شاپور، ما اونجا هم خونمون بود هم دفترمون بود. و یه چیزی که خیلی جالب جمشید جان، هم شما هم منوچهر عزیزم خب خدا رحمتش کنه، برای همه تعجب آور بود، هیچ وقت در خونه ما بسته نبود، فقط شبا که مثلا ساعت 12 دیگه چیز در خونه بسته میشد، ولی این در باز بود و مردم میومدن. خب یه سفره‌ای بود، خب فرق نمیکرد. پدر من فرق نمی نشست، براش فرق نمیکرد که شاید مملکت باشه یا یه کارگری که چه میدونم دستش شاید یه هفته هم نشسته باشه، می نشست باش غذا میخورد. به ما یاد داده بود که آقا اینا انسانه، اگر اینا هستن که ما هم داریم کار میکنیم، چهار قران پول در میاریم. درست. دلت برای اون کوچه تنگ شد؟ خیلی زیاد. میشه؟ خیلی زیاد. اینجا به این خوبی کالیفرنیا نه من یه آهنگ خوندم به نام اون روزا، یعنی خیلی ترانسرا خواستم که منو یه جوری ببرین به کودکی، و این اون روزا یه مقداری از اون فضا رو برای من باز کرد. حالا اگر وقت شد که اون روزا رو گوش بکنیم بد نیست. لازمه بگم چون از من خواسته شد چرا فرخ تو بلند شدی، چرا از ایران اومدی؟ بنده
دوم به خاطر تحصیل، اول به خاطر اتفاقاتی که در زندگی بنده افتاد که شما یه مقدارش در جریان هستی. بنده 2500-600 کارگر داشتم که بعد که آقای خمینی اومد دستور داد که پیمانکار رو برن پرداخت کنن، دو ماه پول کارگرها رو بدن. ما بل اجبار قبول کردیم و پرداخت کردیم پول 2500-600 کارگر پرداخت کردیم. نه گفتن باز بدیم آن کار... کارخونه خوابیده، همه کارا خوابیده، همه شرکت خارجی فرار کرده بودن رفته بود. ما اینو پرداخت کردیم. بنده اومدم تهران با پرداخت میلیون ها تومان در آن زمان. ما اومدیم رفتیم دیدیم یه پسر جوانی در شرکت نفت، رفتیم اونجا تقاضا گفتن گفت چی می‌خوای؟ گفتم اومدیم طلبمون رو بگیریم. چه طلبی؟ گفتم خب این طبق این صورت جلسه که آقای نزی آقا کم مبد بود؟ کمتر از یک ماه. کمتر از یک ماه. چون دو سه هفته طول کشید تو ما پرداخت کردیم. بله. هیچی. ما این ورقه رو خوند و گفت این دو تا وزیر خیلی غلط کردن و ورقه رو پاره کرد انداخت دور. به من گفت که گفتم چه کار میکنین؟ گفت برو. گفتم پس این حساب کتاب ما، گفت برو از خدا بطلب. مملکت به جایی رسیده بود که دیگه موندن توش اشتباه بود، موندن توش به هیچ عنوان قابل با. چیز نبود. فرمود شون برای تولید یک کار، یک ترانه با. چقدر وقت میذارین، چقدر کار میبره برای شما که کار دیگه انجام میدید، بیزینس دیگه دارید؟ ببینید فرق میکنه، خواننده دیگه فرق میکنه. بنده به خودم از طرف خودم من اول میگردم دنبال یه شعر خوب، با شعر خوب پیدا بشه، بعد این شعر روش ترانه گذاشته بشه، تنظیم بشه و بعد خونده بشه. اگر همه چی درست سر جای خودش بره یه چیزی حدود 2 تا 3 ماه یه دونه کار وقت میبره تا برسه به ضبطش، ضبط خوندنش. تازه این اول کار، وقتی این خونده شد تازه باید آدم بره ویدیو بگیره. ویدیو رو خب کی بگیره، چطور بگیره، اونم باز یک دردسر دیگه. غیر از اینکه بسیار بسیار سنگین از لحاظ مخارج، و الان موقعیه که متاسفانه به هیچ کدوم از خواننده ها، هیچ کدومشون هیچ نوع درآمدی از طریق سیدی نداره. چون یه دونه سیدی که میاد بیرون همه میرن از روش کپی میکنن و از بین میره. خب باعث خیلی آدم دلبستگی عمیقی داشته باشه به این کار رو، به یعنی عشق عمیقی داشته باشه به این کار که بتونه دوام بیاره. ولی متاسفانه عرض کردم به خاطر فضای بد که ایجاد شده دیگه اونقدر به اصطلاح خوب نیست، خوب بیزنس خوبی نیست. خب پس اگه بیزینس خوبی نیست، من یه سوال دیگه دارم. جان که به من گفتی میدونم دو تا نوه داری؟ نه دو تا نوه داره. خب بگم ما نوه سوم هم از پسر بزرگم، اونم یه ما دیگه. چند تا بچه؟ من برای بینندگان من دو تا پسر دارم که هر دوتاشون وکیله و خدا رو شکر خدا اجتماع سر کردم سربار اجتماع، تحویل اجتماع ندم. بچه هامو نخواستم سربار اجتماع بشه. دو تا وکیل زحمت کشیدیم، هم خودم هم خانومم، تا به این به این درجه رسیدیم. الان خدا رو شکر دو تا با هم کار میکنن، دو تا برادر. برادر کوچکه، پسر کوچکه من دو تا پسر داره، و ولی برادر بزرگش رضای من، کوچکه اسمش کوروشه، بزرگ اسمش رضا. رضای من که برادر بزرگ است، اونم یه ما دیگه بچه دار میشه، یه دختر گیرش قرار خدا بش بده. خدا من حفظ کنه و تندرست و شاد باشن همیشه. بچه ها چقدر به ایران علاقه دارن؟ من خیلی قشنگ، رضا و کوروش فارسی خیلی قشنگ صحبت میکنه. اینجا متولد بزرگ شده؟ کوروش اینجا به دنیا آمده، رضا وقتی اومد اینجا 40 روزش بود. خیلی جالبه جمشید جان، من روزی که خواستم از ایران در بیام بعد از این جریان، اومدیم بریم رضای من 20 روزش بود. رفتم اداره گذرنامه، گفتم اسم این
پسر من اسمش رضاست، بذارینش رو پاسپورت یا من یا مادرش. درسته. اولش که ایراد گرفتن، گفتن چرا اسمش گذاشتی رضا؟ گفتم عوضش کنی هرچی دلتون میخواد بذاری. چرا نبودیم؟ خب فکر میکردن رضا با محمد رضا شاه و فلان. ما گفتیم خب من نمیدونم، حالا در هر صورت اگر اسم بدیه خودتون عوضش بکنید. ولیعهد خب مثلا. ولی نمیخواستن چیز بکنن، یعنی همکاری بکنن. گفتن خیلی خب بذار اینجا برو 4 ماه دیگه بیا. 4 ماه دیگه برای چی بیام؟ گفتن که ما باید بریم سوء سابقه ببینیم این بچه داره یا نه. بچه 20 روزه. کجا بود اهواز؟ در تهران. تهران. آره تو اهواز دیگه اصلا به اون صورت وجود نداشت. اهواز همه چیز به هم خورده بود. بله دیگه زبان چیز. ولی بالاخره قبول کردن. بالاخره یک افسر با شرف قبلی از قبل بنده رو میشناخت که رئیس رضا سوء پیشینه نداره. آره رضای 20 روزه می‌خواد اینا سوء پیشینه نداره. هیچ اومد و گفت بذارش اینجا، لازم نیست زیاد حرف بزنی با اینا. گذاشتمش اونجا، بعدش رفتیم یه 2 روز بعدش پاسپورت گرفتیم با 2 تا چمدون ما از ایران در اومدیم. جناب آقای مسئولین، ما با 2 تا چمدون از ایران بنده و خانومم در اومدیم. تمام زندگیم در اونجا مون و چی رفت. ولی علاوه بر بیزینس موفق، علاوه بر عرصه هنر که بسیار موفق هستی، 2 فرزند که 2 سرمایه بسیار بسیار بزرگ، آدم نمیدونه چه قیمتی رو، مربوط به ایران هستن، متعلق به ایران هستن، در آمریکا هستن. بله بله اینجا هستن، علاقمند هستن در مملکت خود مادری و پدریش اونجا خدمت کنن. الان من برنامه‌ای که به نام گمشده ها دارم، اینا اسپانسر شدن. اینا اسپانسر شدن فقط به خاطر اینکه بنده بگردم 2 نفر پیدا کنم که همدیگه رو گم کردیم بعد از این شورش، بعد از این بلوا. نه. همه گم کردیم، همدیگه رو سعی کنیم یه جوری همدیگه رو پیدا کنیم. پیدا خواهیم که؟ میکنیم. حتما؟ حتما. سپاسگزار هستم فرخ عزیز. با سپاس بسیار به نمایندگی از شما عزیزان هم. امیدواریم در برنامه‌های دیگه با وقت بیشتری. حتما با کمال میل. با من و بینندگان باشید. به پایان این بخش از برنامه میرسیم با کار دیگری از فرخ عزیز. با شما خواهیم بود پس از این ترانه از فرخ. توی نینی چشما پر از لطفای رنگی، توی حیات نشسته بهار سبز و رنگی، شب شادی و عشقه، همین امشب و عشقه، میترسم از زمونه که خودش بلای عشقه، شب شادی و عشقه، همین امشب و عشقه، میترسم از زمونه که خودش بلای عشقه. بهار و توی فصلا از عشق تو شناختن، دلی که توی سینه به اون عشق تو باختن، اگه من میدونستم که عشق تو راهه، میزدم از قدیما به امشب یه بیراهه، اگه من میدونستم که عشق تو راهه، میزدم از قدیما به امشب یه بیراهه. به انتظار نشستم و امیدم، همه عالم و آدماش بریدن، به این گوشه ی خلوت خزیدن، به جز ساقی و میاری ندیدن، توی آینه دیدم یه خواب زندگانی، همه شادی و غمهاش سراب زندگانی، اگه من دونستم که
زدم از قدوما به امشب یه بیراهه. بهار و توی فصلا از عشق تو شناختم، دلی که توی سینه‌ست به اون عشق تو باختم. اگه من میدونستم که عشق تو تو راهه، میزدم از قدیما به امشب یه بیراهه. اگه من میدونستم که عشق تو تو راهه، میزدم از قدیما امشب یه بیراهه.